بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. به نام آفریدگاری که انوار کلام و آیات معجزه آسایش جان و دل را صفا می بخشد و در پرتو معانی و مضامین قرآن اقدس و مقدسش روح و روان انسان را تابان و درخشان میگرداند و درود و سلام و صلوات بر سرور کائنات، منجی عالم بشریت، سرور و سالار انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم و سلام و درود بر شما عاشقان، شیفتگان و مشتاقان ماه قیام و صیام. شما را خوش آمدید میگم به برنامه سفره نور از تلویزیون جهانی اسلام. شما که در هر کجای از دنیا و کشور که بیننده برنامه ما هستید از یک صحتمندی کامل برخوردار باشید. خدا را شاکر و سپاسگزاریم که بار دیگر برای من و همکارانم توفیق داد تا از سلسله برنامه های سفره نور مهمان گرم خانه های شما خوبان باشیم. در بخش دوم برنامه قرار داریم اینجا در استدیو عبدالقدیر عظیمی، مسئول کمیته فرهنگی انجمن اجتماعی نافی مقیم هرات اینجا با من هستم. جناب استاد سلام بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید. تشکر، وقت شما هم بخیر. امیدوار هستم که رمضان به خوبی و خوشی سپری کنیم. سلام عرض ادب دارم خدمت بیننده های عزیز تلویزیون اصلاح و به خصوص بینندگان عزیز سفره نور. سلامت باشین جناب استاد. امروز 25 روز از ماه معظم رمضان تا می لحظه که من با شما صحبت میکنم سفری شده، قبول داریم شما؟ بله، الحمدلله 25 روز ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سفری کردیم. در این 25 روز تشنه شدین یا گرسنه؟ من که امروز به حساب عامیانه میگن زبانم از حلقم بیرون شده. الحمدلله. شما چطور؟ الحمدلله این رمضان نسبت به سالهای گذشته بهتر بود. ای که هوا نسبتاً سردتر، بله، و مشکلات مردم کمتر بود از لحاظ تشنگی و گرسنگی. یگانه تفاوت عمده‌ای که شما این رمضان با رمضان سال پار می‌بینیم چیست؟ یکی من میگم، یکی دیگر شما بگین. در رمضان سال پار، البته در این رمضان هم ما داریم، در رمضان سال پار ما همی اوج شیوع ویروس کرونا در کشور داشتیم دیگه بسیار تاکید میشد که ویروس کرونا جدی بگیریم. البته در این رمضان هم موج سوم در کشور ما افغانستان شروع شده، در هرات هم همچنان، ولی کمتر ما توجه میکنیم. شما چی تفاوتی میبینید؟ الحمدلله افغانستان نسبت به دیگه کشورها از این معضله بهتر تونسته عبور کنه. بله. خدا کنه که با آینده هم بتونیم که از این معضله به خوبی و خوشی تیر بشیم و ما شاهد مرگ و میر عزیزان خود نباشیم. الحمدلله سال گذشته که تیر شد باز هم با مردم افغانستان آنقدر تلفات نداشتن و این سال هم همچنان. و تفاوت های دیگه که به این رمضان هست، پیشتر گفتم که آب و هوا الحمدلله بهتره و سرتر. چند روز پیش دیگه ما شاهد بارش و باران های شدید و سرازیر شدن سیل ها بودیم که متاسفانه تعدادی از هموطنان عزیز ما جانهای شیرین خود از دست دادن. دعا میکنیم بروی پرفتوی تمام عزیزانی که در این حادثات شهید شدن، خداوند اونا رو ببخشه به برکت ماه مبارک رمضان. خب حوادث طبیعیه، بله، غیر نمیشه پیش بینی کرد، باید تنر به تقدیر الله بسپره بدون شک. پس عاقبت میسپاریم به خداوند. بسیار خوب، میخوایم با شما از این میسه در رابطه به موضوع بسیار مهمه که میشه گفت که برای ما میراث میمونه از ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم، درس های رمضان. چند روز اندک دیگه مانده که ما ماه مبارک رمضان از ما خداحافظی بکنه و رخت سفر بسته بکنه برای تا سال بعدی، خدا میدانه که ما باشیم یا نه. ابتدا میخوایم بگم که رمضان امسال شما چیگونه دریافتیم، چی برنامه های داشتیم، چی کار کرده؟ الحمدلله رمضان امسال بسیار عالی بود و ای که از خود شروع بکنیم، برنامه های
نماز تراوی و ای که شب نشینی ها بوده در منطقه داشتیم که نشستیم شبهای قدر و شب زنده داری و ای که تمام عزیزایی که ما میبینیم هم بیشتر اهمیت میدن این سال به رمضان و ای که عزیزایی که باز با خبر نیان از این موضوعات باید بیشتر پیگیر باشن که از رمضان بیشتر استفاده کنن. الحمدلله روزهای باقی مانده. پس شما یک تایم تول یا تقسیم اوقات بسیار منظم داشتین از ابتدای ماه مبارک رمضان تا می لحظه. بله به استفاده خوبی کردین. بله چون امسال به نحو کم کارا بیرونی کمتر بوده سرما. بله و ای که توانستیم که استفاده بیشتری بکنیم. تقسیم اوقات شما برای اما 7 روز هفته بود یعنی روزا جمعه رخصتی داشتیم؟ نه ما چون هر روز ما جمعه هست به مخاطب. بسیار خوب عظیمی سیب، شما چون مسئول انجمن فرهنگی، مسئول کمیته فرهنگی انجمن اجتماعی نافع مقیم هراتن، شما بین مردم این بیشتر دیگه بگین برای ما که امسال استقبال شهروندان از ماه مبارک رمضان چگونه بود؟ محافلی هم پیرامون ماه مبارک رمضان، مجالسی هم برگزار شد، ختم‌های قرآن عظیم شان، دوره‌های تفسیر شما اشتراک کردین، برای شما دعوتنامه هم روان شده بود یا خیر؟ بله الحمدلله در ماه مبارک رمضان تمام برنامه‌های دینی زیاد برگزار میشه. قبل از رمضان 15 روز 10 روز 15 روز میمونه و پیشواز از ماه مبارک رمضان برنامه‌های برگزار میشه و این برنامه ها اگر دعوت بودیم یا نبودیم بالاخره شرکت کردیم و سهم گرفتیم به این برنامه ها. در ماه مبارک رمضان هم زیاد برنامه های برگزار شد. حضور مردم چگونه بود در این برنامه ها؟ استقبالشان زیاد استقبال میکنن از این برنامه ها، ولی متاسفانه بعضی از دوستان میبینیم که استفاده زیادی نتونستن بکنم از این ماه متبرک. و جالب اینه که در این جاهایی که شما ذکر کردین مساجد و برنامه های دیگه که شما یاد کردین، یعنی در بیرون؟ نه بیرون است، بیرون از مکان های تفریحی که ما زمان میریم. امروز به یک مکان تفریحی بودیم، متاسفانه چند تن از جوانان دیدیم که فرش را آوردن انداختن و بعد از شروع کردن به پروازی، در صورتی که ما میتونستیم دهه بسیار سرنوشت ساز و مهمی است برای ما، میتونستن اونا به تلاوت قرآن عظیم و شان سپری کنن. و ای که مهمترین کاری که باید اونا انجام میدادن ای که برن همراه با فقرا کمک کنن که این ماهی یک ماه انفاقه. متاسفانه که جوانای هستن که از این روزهای استفاده کردن. خداوند توفیق بده برای همه ما و به ویژه جوانان عزیز ما که در این چند روز دیگه که اندکی که از ماه مبارک رمضان مانده وقت خود ضایع نکنین و بیشتر از این چند روز باقی مانده رمضان از مکتب رمضان بهره ببرین و استفاده بکنین. فقط کوتاه به عنوان پرسش اخیر از شما عظیمی سیب، رمضان در حال رفتن هست، چی درسای برای ما به میراث مگذار فرستوار بگین؟ بسیار عالی. درسایی که از رمضان باید ما بگیریم، اولا رمضان به اینیه که ما ابتدا با خود رمضان بیاییم کارهای نیک انجام بدیم، انفاق کنیم یا ای که دست فقیری رو بگیریم. تنها با ماه مبارک رمضان نباید اکتفا کنیم، رمضان باید آغازی باشه به این کار. اگر رمضان آغازی بود به این کار و در ماهای بعدی هم از رمضان الگو گرفتیم و این کارها رو انجام دادیم خیلی خوبه. اما اگر تنها رمضان بود پس درسی نشد، ما منحصر شدیم به یک 30 روزی که یا 29 روزی که ما روزه میگیریم، از کارهای بعد اجتناب بکنیم، بریم کارهای خوب انجام بدیم. بعد از اینکه همین که رمضان بیرون شد رفتیم دنبال پس به گذشته خوب برگشتیم، پس این ما درس نگرفتیم. یکی تمرین و ترک و خودداری از گناهان. اگر ما فرسوار اگر اشاره بکنید با تمرین کردیم خیلی خوبه. کسب تقوا، تقوا پیشه بگیریم و ای که در رمضان اگر تقوا 30 روز ما تقوا پیشه کردیم، در بعد از رمضان هم به این ترتیب میتونیم پیش بریم. و تساوی و تساوی و ای که ما بیایم فقیر و غنی ببینیم که به ماه مبارک رمضان به حالت تساوی قرار دارن. یعنی ای که فقیر و غنی هر دو از صبح که
شروع میشه تا به شام که اذان داده میشه چیزی نمیخوره، همه یکسانن. پس این درس هایی که ما از رمضان میگیریم که همگی دعوت میکنه به این که ما بیاییم خود را بشناسیم و دیگران را درک کنیم. بسیار تشکر از حضور شما عبدالقدیر عظیمی، مسئول کمیته فرهنگی انجمن اجتماعی نافع مقیم هرات، از اینکه در برنامه حضور برمستند. تشکر از شما و ممنون شما بینندگان گرامی که بحث دنبال کردین. بعد از یک میان برنامه کوتاه با شما خواهیم.